به فاصله کمتر از 6 ماه نخل‌های سر به فلک کشیده ی اندوه‌چرد به این روز در آمدند. منطقه‌ای که هر وقت از سال می آمدی سرسبز بود، حالا بیشتر به زردی می زند. این یک ویروس همگیر به همین سرعت زنجیره بین نفر به نفر نخل‌های اندوه‌چرد پخش شد. چشم که بر هم زدند دیدند 90% از نخل‌ها بیمارند. یه کارگر روزی 200 تومن میگیره، آب بده، چه می‌دونم خرابی چاتلون با 1000 تو دردسرای دیگه، ولی الان امیدون به خرما که خرما یکی الان خود ما الان می‌خوایم بذاریمشون بریم. هیچ فایده برام نداره. بعد این حالا مثلا این شیره که ریخته پایین، درخت پرتقال هم که زیرش بود اونم خوش کرده. من خود الان 20 روزه سمپاش به بعد بلکه درست کنم با آب بشور فلان، میریم درخت آخری دوباره اولی پر شیره. شما مشاهده کنه این درختی که ما 50,000 تومن دادیم، این گردفشانی که 50,000 تومن داریم راز خورده 100,000 تومن، الانم درست 50,000 تومن هزینه این با تنابش بسته بشه. ولی حالا این خوشه شما نگاه کنه، این خوشه یکی میخواه هزینه خودش بده، هزینه زندگی طول سال ما رو بده. آسمان که قهرش گرفت، زمین هم سیراب نشد. از تنور دولت هم برای کشاورز نان گرمی در نیامد. روز به روز از حمایت‌های جاده کشاورزی که شعارش با کشاورز بودن از کمتر شده. نخداران اندوه‌چرد تا همین چند سال قبل از جاده کشاورزی کود و سم می گرفتند. امسال اما با وجود بحرانی بودن وضعیت نخیلات، هیچ سهمیه‌ای برای تامین سموم به کشاورز داده نشد. ما الان فقط یک گلایه داریم، این که چرا مسئولان نظرشون اینه کلا مدیریت باید جوری باشه که فقط با امید خدا باشه. یعنی این که بریم دعا بکنیم تابستون هوا اینقدر گرم بشه تخم‌ها فاسد بشه، از زمستون سرد بشه همینجور، یا بارندگی بشه مجددا، یه بارون خوبی بار که بشه. چون بخوام میدونم از کی دیگه باید از علممو، از دانشمو، از امکاناتمو، از تحصیلاتمو میخوایم استفاده کنیم. آنچه میبینید نتیجه جنگ نسل اول است که بر سر نخل آورده. حشره در مرحله تخم گذاری است، یعنی آتش زیر خاکستر. شهریور ماه و با سردر آوردن حشرات از تخم آتش زبانه می کشد. دیگر کار از کار گذشته و زنجیره بر نخل است و دستان کشاورز کوتاه. برخلاف سوسک سرخورتومی، زنجیره منجر به مرگ درخت نمی شود. مشکل از جایی شروع می شود که سمپاشی به درستی انجام نشود. شیره‌ای که مدام از درخت گرفته می شود، بنیه درخت را می گیرد و عسلکی که روی برگ درخت نشسته مانع از فتوسنتز می شود. از اینجا به بعد درخت روز به روز ضعیف‌تر می شود و کم کم جان می دهد. چیزی شبیه مرگ تدریجی. وضعیت قرمز است. پارسالی نافت 50% از محصول اندوه‌چرد را گرفت و امسال هم با وضعیت فعلی هیچ کس انتظار خرما ندارد. اقوام و فامیل بنده تنها مهاجرت نکنم برای کار به شهر، کل اندوه‌چرد داره اینجوری میشه. چون خرج به دلخی باغا در طول 4-5 سال گذشته با این آفات جدیدی که از بیرون اومده، این آفات زنجیره از قبل داشتیم مجبوره. فقط اندوه‌چرد نیست. زنجیره و سوسک سرخورتومی خرما بیش از 30% از باغات شرق استان را در بر گرفته. آماری که جاده کشاورزی به عنوان متولی آمار تمایلی به شفاف سازی در این رابطه ندارد. الان شما می‌فرمایید که چند درصد از در واقع نخیلات شرق و جنوب استان درگیر سوسکن و چند درصد درگیر زنجیره هستن؟ آماری داریم به این صورت؟ آماری ها نه، آمار به صورت کمی نمیتونم بزنم، ولی درگیری هست، این آفات همسال وجود داره. طبق آمار غیر رسمی، زنجیره و سوسک سرخورتومی در استان طغیان کرده. شرق استان درگیر هر دو آفت است، اما زنجیره هنوز در جنوب استان خسارتی نداشته. بخوام درصد آتفیگی بگیم، من میتونم بگم که درصد راحت خیلی از مرده هم باشتی، درصد 40%، 50-60% هستش. در نرماشی خیلی زیاد داشتیم، در منطقه هم برآباد جیروف آفت شناساییش رو به شدت وجود دارد. منطقه جنوبی تر مثل دهکده جلد که اصلا باغات رو رفتم و خودم دیدم که خیلی از باغات ممکنه در ظاهر آتفیگی نداشته باشن، و باید تو انتقال پاوتروش ها با اینکه باغات هم جوارشون بوده مطمئنه این باغات هستش، هنوز اون مرحله نرسیده که راحت بشه تشخیصش داد و شناسایی کرد که این چالش وجود داره. آماری هم که میدم مثلا خیلی آماری که دولت میدن ترجیحشون هستش که
آفت و آماری میدن رو به اون شمشه تو تنبایل نشون ندن که یک بحران جدی وجود آمده و چالش برانگیز شده باشه در خیلی زیاد. نه فقط زنجره، بلکه سوسک سرخورتومی هم که طبق آمار فاو جزء 13 آفت تهدید کننده امنیت غذایی است، جزء آفت خصوصی محسوب شده و عملاً از حیطه مسئولیت جهاد کشاورزی خارج شده. پیگیری های کرمانلو نشان می دهد که با بودجه استان قرارگاه عملیاتی سوسک سرخورتومی که ذیل پدافند غیرعامل استانداری است تشکیل و قراردادهایی با کلینیک های تخصصی برای شناسایی آفات در شهرستان‌های خرماخیزی چون بماریگان و نرماشیر و ارزویی و شهداد بسته شده و قرار است که اطلس آفات در استان شکل گیرد، اما آنچه مسلم است هنوز بودجه مشخصی برای مبارزه در نظر گرفته نشده و بیشتر بحث شناسایی مد نظر است. مرضیه قاضی‌زاده، کرمانلو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.